واژه‌ایه خیلی به قول خودم خوب و اصولی رو گفتم جدی گرفته بشه، یه خود دورورش صحبت بشه، دم این واژه مسخره شد. رسالت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی وجدان جمعی اصلا بهش توجه نشد، چه حاشیه های دیگه از صحبت های من گرفته شد. برای همین من گفتم این سطح این رو ببریم بالا، نه اینکه خدای نکرده شماها پایینی، نه، بحث پایین بود، بحث بر مسئولیت اجتماعی و وجدان جمعی و رسالت کامیونیتی که جوانه و داره شکل میگیره. یک عده گروه های مرجع، خواهش من به این مباحث توجه بفرمایید، یک عده گروه های مرجع مسئولن اون رسالت پیامبرگونه رو گفتم و شما عمده ترش کردید، تکمیلش کردید و پابلیک اسفیر رو بهش اضافه کردید، نکته نظر همون جامعه مدنی رو بهش اضافه کردید و نشریه کاتالیزور بین این پابلیک اسفیره برای رشد جامعه. این بحث علمیه، من خیلی دوست داشتم این مباحث اینجوری روش صحبت بشه، نه قصد این بود که. و بعد خیلی تعجب میکنم که رسالت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی و رسالت جمعی و وجدان جمعی رو یه جوری با تمسخر باش دوباره تکرار میکنیم. اگر ما میخواییم واقعا ما ببینیم مشکلات نشریات سر جای خودش هست، بهشون احترام میذاریم، با دید مثبت و با دید دلجویانه باش برخورد میکنیم و میشناسیم من که دارم اینجا صحبت میکنم راجع به این موضوعات، یعنی اینکه من مشکلات نشریات رو میشناسم. من خودم چرا اینجا نشریه انتشار نمیدم؟ چون نمیتونم مسئولیت اجتماعی و وجدان جمعی رو با نوع درآمد و پولم اینجا ایجاد کنم. من نمیتونم حق تعریف نویسنده که بزرگه و نویسنده هستش پرداخت کنم و دلم نمیاد ازش مجانی پول نویسندگی کنم. من یک صفحه کاغذ اگر به نشریه‌ام اضافه کنم پولشو میدم، طراحی و دیزاین و رنگ و فیلم و زینکم رو اضافه کنم پولشو میدم، ولی به تحقیق و پژوهشگرم وقتی که هستش نویسندم پولشو نمیدم. این تخفیف دادن، خفیف کردن، سخیف کردن قلم، فرهنگ و از بین رفتن رسالتشه. من دوست داشتم اینها رو روش بررسی بشه اگر در این رابطه من داشتم صحبت میکردم. این هاست. چرا بخشای دیگه صحبت من رو گرفتید توی این موضوع؟ در ضمن نشریاتی که منتشر میشن و صاحب نشریاتی که اینجا میشن به عنوان ناشر نشریه میشن هویت، هویت مسئول کامیونیتی ایرانی و از جانب من و کامیونیتی ایرانی میرن صحبت میکنن، دست کم نگیرید، باید جدی مسئولیت دارن در مقابل ما. چرا ما فکر میکنیم که چون همه کاراشون مشکل داره ما دیگه از این موضوع بگذاریم؟ نه، ما به راحتی موظف هستند که ما موظف هستیم از اونها بخواد. بازم تکرارن خواهشن بخش مسئولیتی، اگر بخشهایی از صحبت من قابلیت لمس برای شما نداشت و شاید گستاخانه نظر اومد منو ببخشید، اما من خواهش میکنم مسئولیت اجتماعی و وجدان جمعی نشریات رو دست کم نگیرید. واقعا سطح رو باید بکشونیم به این مباحث. چرا؟ یه بحث دیگه هم اصلا همین نشریات و رسانه ها هستن، ما معتقد هستیم نشریات و رسانه ها هستن که جامعه رو پایه گذاری میکنن. الان اگر جامعه کامیونیتی ایرانی، اگر بنیانگذاران بخشای فرهنگی رسانه ایش آدم های سالم تری بودن، انقدر متشنج نبود، انقدر زیر آب همدیگر رو نمیزدن، انقدر پشت سر هم دور نمیزدن همدیگر رو. یه بخش از من تفکری که کردم، یه بخش از احساس میکنم که یک بخش از ناهنجاری های کامیونیتی ایرانی به خاطر نشریات اینجاست که بنیانگذارهایی بودن که پایه های فرهنگی اینجا رو گذاشتن. همینطور که آقای مشایخی میفرماید من دارم مقاله مینویسم، مقاله داره مینویسه، آگهیه برای نشریه، درست پول بهش میده، اون مسئولیت اجتماعیش میگه که باید بنویسه این آگهیه، اینو نمینویسه. اون بعد ممکنه یک مرتبه یک چیز غلط از آب بیاد، یه چیز پزشکی یک چیز غلط از آب در بیاد. خب اینا همش بحثیه که ریز ریز داره میگه مسئولیتش مو وجدان جمعی. آقای تاج دولتی، پابلیک اسفیر رو ما میشناسیم، میدونیم
جامعه مدنی باید چطور بشه؟ جامعه مدنی وقتی که صاحبان نشریه با عنوان گروه های مرجع همه کاره میشند اینجا و پایه ها رو کشف میگذارن، اون پابلیک اسپیر، اون جامعه مدنی هم از بین میره. کنگره‌ای که ایشون میگه بعد رشد میکنه. اینها مشکلات ماست و خواهش میکنم اون مسئولیت اجتماعی و وجدان جمعی رو خواهش میکنم دست کم نگیرید، اونقدر هم بایش به این صورت سخت چیز برخورد نکنید. واقعا جدی خودم هم هر تو خدمت شما که من یه نکته رو میخواستم بگم. خیلی تناقض من میبینم تو خیلی صحبت ها، برای اینکه نمیدونم اولا فکر میکنم روی صحبت بیشتر با آقا مهدی اینجا و یک پوزخندی تو لبا هستش که یه جور صحبتهای مهدی رو داره مسخره گرفته میشه. آقای تای دولتی از یه طرف میان میگن که آقا روزنامه ها ارزشی نداره، میاد میگه که ببخشید سن کسایی که اینا رو داره میخونن بالا رفته، چشاشون نمیبینه دیگه نمیخونن. بخشی از خوانندگان به این دلیل دیگه کمتر میکنن، این گروهی هستن که اینا به نظر من میرسه که اینجوریه. اوکی گفتم همه نه همه نه. بعد از یه طرف میگین آقا یه سری خواننده ها کیا هستن؟ همین آدم هایی هستن که اولدن. اوکی یعنی که سنشون بالاست، محسن هستن. یعنی یه تناقض من اینجا میبینم، یعنی جفتشو شما داره میگاری. حالا این سطح روزنامه رو شما داریم میاریم پایین، میگن آقا برد نداره، صحبت نمیشه کرده، خواننده نداره. یه صحبت، یه سوال از شما دارم. گفتم خواننده نداره، من میگم اتفاقا خواننده داره اینا. شما حرفای منو حالا میخوایم برگردیم توی این قسمت از حرفای آقای تاجرتی. من از اول تا آخرش ایشون خودش داره حرفا من تایید میکنه. شما که خواننده نداره آقای تاجرتی. کی میگه خواننده نداره؟ توی ماشین ما ببخشید اجازه بدید من حرفم تموم بشه. آقا اجازه بفرمایید من صحبت کنم. خواهش میکنم اجازه بدید فایل کامو صحبت شده بوچه وقت بگیرید ما صحبت کنیم. بله من فکر میکنم حالا فیلم هم داریم، آقای تای دولتی همچین صحبتی کردن، ارزش نشریات آوردیم پایین تا سطح زیر پای چیز مردم، از این ور دور ریخته میشه، دوشنبه ها دور ریخته میشه، حالا صحبت ها هستش. حالا میخواییم با همدیگه رجوع کنیم به این و بس شما همچین صحبتی نکردین، صحبتتون رو دارین دیتیم میکنین. نه 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 دو نفعی شکنی شما بحث خود رو. آره من سوالم از آقای تای دولتی اینجا اینه که اگر نشریات دون هستن و برد ندارن و چیز و ارزش ندارن، چرا شما اینقدر واسه نشریات کار میکنید؟ اولا اون دو سوال مطرح کردن من نمیدونم. من هرگز نگفتم به شهادت اون چیزی که شما ضبط کردید و به شهادت این صدایی که من اینجا ضبط کردم. بنابراین هرگز من نگفتم که همه نشریات، من هیچ وقت جنرالایز نکردم، هیچ وقت عمومیت به هیچ چیزی ندادم برای که این عادت هم. گفتم از جمله عوامل اینها هم هست، از جمله عوامل اینها هم هست که بخشی از گروهی از مردم تعدادی از این نشریات این استفاده رو هم ازش میکنن، گروه دیگه میبرن و از اول تا آخرش رو میخونن، گروه دیگه هستن که کم کم چون چشماشون ضعیف میشه دیگه انترست نیستن نسبت بخونن، برای اینکه حروف ریزه نمیتونن بخونن. پس بنابراین میشنن ترجیح میدن بشینن از طریق شبکه های تلویزیونی که وجود داره. این هرگز به معنی پایین آوردن سطح همه نشریات نیست. من هرگز یه همچه حدی رو نزدم، بنابراین برداشت شما برداشت اشتباه. من گفتم که این نشریات رو باید هر کدوم رو در سطح خودشون نگاه کرد. من اشاره کردم و تأکیدم گفتم که برخی از نشریات مثل شهروند گرایش ادبی، فرهنگی، هنری، سیاسی داره، برخی دیگه مثل سلامتون گرایش کامیونیتی و خبرهای کامیونیتی کانادایی داره، برخی دیگه گرایش‌های تفریحی اینترتینمنت داره، یه نشریه دیگه نشریه ورزشی هست. من این تفاوت‌ها رو قائلم. بنابراین عمومیت نسبت به این حرفی که شما میزنید که اصلا درست نیست، که من همه نشریات رو آوردم در سطح پایین که همه نشریات رو بر میدارم میزنن زیر پاشون. خب این کاریکاتوری از حرفی من هم که هست.
این کاریکاتوری از حرفایی بده که متاسفانه درست نیست. دوستان کسی؟ بله. اشارت که خوبی که اگر دوستان محبت کنن و موضوع جلسات آینده رو ما آینده رو پیشنهاد بدن که در حال چه موضوعی گفته بود کنیم. مسئولیت اجتماعی وجدان جمعی. یه بحث اجازه بدیم من مسئولیت اجتماعی و وجدان جمعی گروه های مرجع کامیت خیلی کامیت مسئولیت اجتماعی و وجدان جمعی.